جنگ بزرگ نقل و انتقالاتی، سرنوشت نامعلوم مدعیان آقای گلی. بچه ها قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو، تیم کانال یوتیوب ایمان اسپورت به سابسکرایب های شما نیاز داره و ما یه 600 تایی فاصله داریم تا 1000 سابسکرایب. لطفا همین الان دکمه رو بزنید تا ما هم به یه مبلغ درآمدی برسیم. دمتون گرم. همین، بریم ادامه ویدیو. 22مین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی به اتمام رسید که در یک رقابت داغ و هیجان انگیز، شهریار مغانلو با 13 گل عنوان آقای گلی رو به خودش اختصاص داد. اون در حالی فاتح این جدال نزدیک و نفسگیر شد که فاصلش با نفر چهارم فقط 3 گل بود. بدون شک در فوتبال کم گل ایران که مهاجمای با کیفیت زیادی در بازار وجود نداره و اکثر مهاجمای ملی پوش در خارج از کشور مشغول به بازی هستن، در اختیار داشتن همین نفرات در دسترس میتونه امتیاز بزرگی برای تیمای مدعی باشه و باعث میشه اونا گوی سبقت رو از رقبای خودشون بربایند. نکته جالب توجه درباره نفرات برتر جدول گلزنه فصلی که گذشت اینه که بجز نفر اول، الباقی نفرات به پایان قرارداد خودشون با باشگاه کنونیشون رسیدن و برای فصل بعد مشخص نیست چه مقصدی داشته باشن و در چه تیمی عضویت داشته باشن. این یه چالش بزرگ برای تیماشون در لیگ 22مه و یه فصل برای دیگر تیم‌های مدعیه تا بتونن اونا رو به خدمت بگیرن و ضربه بزرگ به رقبای خودشون بزنن. بالاخره زد شهریار اولیشو. شهریار مغانلو سپاهان رو دقیقه 30 یکی چیش میندازه. بابا این سر بانداش شده نشون میده که میتونه روی زمین گلزنی بکنه. سر متعدی تک به تک آفساید نیست. ببینیم به بالاخره دروازه باز میشه یا خیر و توی دروازه. مهدی قایدی. همه چیز به نظر قهرمان امارات برمیگرده. وینگر 12 گله استقلال در لیگ 22 باید به باشگاه خودش یعنی شباب الاهلی برگرده. اون تا سال 2026 با قهرمان فوتبال امارات قرارداد داره و تو این فصل به صورت قرضی به استقلال برگشت و تونست به دوران اوج خودش برگرده و تبدیل به یکی از بهترین بازیکنهای این فصل بشه. باشگاه استقلال با همتایان خودش در شباب الاهلی در حال مذاکره است تا بتونه مقدمات ادامه ی حضور باشو در جمع آبی پوشان فراهم کنه. اما گویا قائدی از چند تیم اماراتی هم پیشنهاد داره و ممکنه اونو فصل بعد در تیم محبوبش نبینیم. به سمت دروازه موقعیت هست، باطرو به بیرون، فرصت داره زدن ضربه و توی دروازه گل زده میشه. رضا اسدی شگفتانه لیگ 22 چه تصمیمی میگیره؟ شگفتانه مدعیان آقای گلی تو این فصل بدون تردید رضا اسدی بود، بازیکنی که لیگ رو در پست هافک دفاعی آغاز کرد و در پست مهاجم به اتمام رسوند. اون زیر نظر پاکو خمس تبدیل به یه عنصر کاملا تهاجمی شد و تعداد گلای خودش رو در پایان فصل به عدد 11 رسوند. قرارداد بازیکن پیشین پرسپولیس با تراکتور به اتمام رسیده و مشخص نیست اون فصل بعد در لباس تبریزیا به میدون میره یا که نه. صحبت‌های اون بعد از بازی با استقلال نشون میده که احتمال موندنش در تبریز زیاد نیست. اون در این باره گفته مردم آذربایجان نباید نگران این باشن که رضا اسدی نامی بخواد به تراکتور بیاد، بمونه یا نمونه. تراکتور انقدر فوتبالیست بزرگتر از امثال من داشته که نمیتونیم گفت اسدی بازیکن بزرگیه. باید بدونم شرایطم در تراکتور چطور میشه و بعد از اون اگه گزینه‌ای بود به اون فکر میکنم. و هر حال فوتبال حرفه‌ایه و باید دید چه اتفاقی میفته. محمد عباس‌زاده، مهاجم عصبانی در تبریز میمونه؟ با وجود اینکه هفته‌های زیادی رو به عنوان بازیکن تعویضی در میدون حاضر بود، بازم موفق شد 10 گل به ثمر برسونه. عباس‌زاده رابطه چندان فوق‌العاده‌ای با پاکو خمس نداشت و بابت اینکه مدت زمان بیشتری رو در زمین حاضر نیست، گلایه‌هایی داشت. حالا با پایان مدت قرارداد این بازیکن، در صورت موندن احتمالی پاکو خمس، احتمالاً شاید جدایی مهاجم اسبق پرسپولیس خواهیم بود. مگر اینکه شرایط ویژه‌ای به وجود بیاد و عباس‌زاده که نزد هواداری تراکتور محبوبه تصمیم به موندن بگیره. در شرایط فعلی باید احتمال جدایی این بازیکن رو بیشتر بدونیم. یه بار دیگه ارسال به محوطه جریمه و توپی که به تیر دروازه برخورد می‌کنه و دروازه‌اش گل برای مثل کرمان در
عارف رستمی، ستاره تیم سقوط کرده رو همه میخوان. ستاره بیچون و چرای این فصل تیم سقوط کرده مثل کرمان عارف رستمی بود. بازیکنی که با زدن 8 گل بیش از 1/3 گل‌های این فصل نارنجی پوشان رو به ثمر رسوند، اما موفق نشد جلوی آسانسوری شدن این تیم رو بگیره. این بازیکن 27 ساله همانند اکثریت قریب به اتفاق بازیکن‌های مصر دیگه با این تیم قرارداد نداره و با توجه به سقوط نماینده استان کرمان از این تیم جدا میشه. اون یکی از گزینه‌های جذاب نقل و انتقالات تابستونی تبدیل میشه که باید دید سهم کدوم تیم خواهد شد. عارف قبل از مصر برای زباهم هم بازی کرده. بچه دکمه لایک رو بزنید. در استقلال داره ایجاد میشه، اگه حواسشون جمع کنن یه باز فرصت برای استقلال. این ضربه و توی دروازه، یک برده، یک موقعیت خوب، هوشیاری بازی کنه. اما محمد محبی، سرنوشتی شبیه شهریار در انتظار محبی. ماجرای محمد محبی مثل همشهریش مهدی قائدیه، اونم تو این فصل به عنوان یار قرضی به استقلال اومد و موفق شد هم خودشو به روزهای آمادگی برسونه و هم خصوصا در نیم فصل اول به کمک ریکاردو ساپینتو بیاد و آبی پوشانو به امتیازهای مهمی برسونه. نتیجه این درخشش برجسته بازگشت به تیم ملی بود. محبی تحت قرارداد باشگاه سانتا کلارای پرتغاله و تا سال 2024 با این تیم قرارداد داره. سانتا کلارا ترجیح میده قبل از پایان قرارداد محبی اونو به یه تیم دیگه بفروشه و پولیو بابت مبلغ آزادیش دریافت کنه، کاری که اونا قبل از این با شهریار مغانلو انجام دادن و این بازیکن رو به سپاهان فروختن و پول قابل توجهی به جیب زدن. رابطه نچندان خوب استقلال و سانتا کلارا بابت پولی که باید از باشگاه ایرانی پرداخت میشد باعث شده تا شرایط برای ادامه حضور محبی در جمع آبی پوشان کمی پیچیده باشه. ممکنه اونا به سرنوشت رقیب سنتی خودشون در پرونده شهریار مغانلو دچار بشن و تیمی دیگر در فوتبال ایران با پرداخت پولی بیشتر محبی رو به خدمت بگیره. در هر صورت رقابتی جذاب برای به خدمت گرفتن این بازیکنان در تابستون پیش رو بین تیم‌های بزرگ فوتبال ایران به وجود میاد که تنور نقل و انتقالاتی رو به داغ‌ترین حالت ممکن میرسونه. شما به عنوان طرفدار پرسپولیس، استقلال، تراکتور، سپاهان دوست دارید کدوم بازیکن این فصل تیمتون جذب بکنه؟ این پایین واسه من بنویسید. بچه‌ها تیم کانال یوتیوب ایمان اسپورت هم به سابسکرایب های شما نیاز داره. لطفاً حتما خواهش ما از شما اینه که فقط بابت اینکه حمایت کنید از ما اون دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید. فعلاً